غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص، خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمی دانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر میده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگی که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست؟ هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست. از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها هم مردانه غلام می شوند، زنانه چی می شه؟ کنیز، تقسیم می شه بین مجاهدین. غلامش عیسی استخدام، چی معنا در خدمت ها استخدام کنه؟ عمل جنسی ممنوع است، اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع می کنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا می شه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی می شه بگو؟ او به او جماع می کنه، بی نکاح، خودش همی کنیز شدن، خودش یک نوی مشروعیت است. این که تو ابد تو درمانده و بدبخت منزوی، بخوای به کجا برسی بعدن؟ حالا تو این جغرافیای اسلام نگاه کنید شما، دقیقا به یه نکته میرسید. اون این است که تمام کشورهایی با جنگ با شمشیر مسلمان شدن، عقب افتاده ترین نوع کشورهای دنیا هستن. ایران، عراق، سوریه، سودان، این روزها. اون کشورهایی در اثر رفت آمد بازرگانان، نمیدونم، تبادلات فرهنگی، آرام آرام خودشون مسلمان شدن، سرسامان بهتری دارن. چرا؟ بلکه خودش فکر کرده، تصمیم گرفته، عمل کرده و این اسلام رو مسابقه خودش راه برده. اسلامی که امروز در مالزی هست یه جور اسلامیه که اگر عربستان سعودی امروز، قطر امروز قدرت داشته باشن، میبایست که برن با این دارالکفر حمله کنند، اینجا رو بگیرن و مسلمان رو واقعیش کنن. اینا مسلمان نیستن که از نظر اون. اینی که حد آزادی فکر رو تا این حد از انسان بگیری و یک دستور عملهای جلوش بذاری برای ابد و تا ابدیت، این نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که شما در کل کشورهای اسلامی یک دهم مزایای تمدن امروزی رو که بشر میتونه ازش بهره‌مند باشه از نظر سلامت جان، سلامت فکر، سلامت مسکن، سلامت غذا، سلامت پوشاک، سلامت فرهنگ نداشت. خب من وقتم تموم شده، عرایزم هم ناتمام مونده، واگذار میکنم با آقای دکتر که مطالبشون رو بفرمایند، وقتی ایشون کمتر بگیرم. معمولا سخنان ایشون سودمندتر از حرفای بنده است. خواهش میکنم جناب شاهین‌پر. مطلبی رو که امروز آغاز کردید بسیار مطلب مهمیه. ما در گذشته هم یک اشاراتی به اون داشتیم، چند بار در جنبه هایی از اون صحبت کردیم، ولی هر چقدر درباره مزرات این جهاد و حکم جهاد و قوانین بالاش و پایینش بگیم کمه. این نهایت توحشه و البته بهایی ها همیشه محکوم شده بودن به این و متهم شده بودن به این
که با گفتن این که جهاد رو باید کنار گذاشت یعنی این که باید دست استثمارگران و استعمارگران را آزاد گذاشت که البته هیچ ارتباطی به هم نداره. چه مبارزه با استعمارگر کردی تا را جزی که خودت خودتو کشتی؟ بله واقعا پول به استعمار میدن اصلاحش رو میگیرن میارن در یک مواردی اصلا خود استعمار میاد اینا رو تربیت میکنه و به جون یک استعمار دیگه میندازتشون. اتفاقی که در افغانستان افتاد دقیقا این بود که CIA بیلیون ها دلار پول به گفته خود مقامات امریکا گفتن پول هر چی میخواید میدیم تا این روسا رو بیرون کنید. پول و اسلحه، حالا اسم اینو جهاد میذارن نمیدونم والا، ولی واقعا باید به حال مردم افغانستان گریست. این عکس هایی که من از زنان افغانستان دیدم که بیچاره ها توی خیابونا اومده بودن میگفتن ما آزادی میخواییم، ما میخواییم در ادارات دولتی و مشاغل مختلف کار داشته باشیم، میخواییم دخترانمون بتونن به مدرسه برن، به دانشگاه برن. و در همون حین شما میدیدید این طالبان ها با اسلحه های غربی دستشون یا به اونها شلیک میکردن یا گاز اشکاور میداختن، یک چند تایشون رو کشتن، چند تایشون رو کتک زدن. واقعا غم انگیز بود، خیلی غم انگیز بود. اول کاره این اولش تازه. بله این درست مثل ابتدای انقلاب اسلامی در ایرانه که زنان ایرانی تو خیابونها اومدن و شروع کردن به تظاهرات که ما آزادی در انتخاب پوشش میخواهیم، ما این روسری رو نمیخواهیم، میخواهیم آزاد باشیم که بگذاریم یا نگذاریم، ما میخواهیم در مقامات مختلف مملکت کار داشته باشیم، پیشرفت کنیم، وارد دانشگاه ها بشیم. و اون موقع خیلی متاسفانه فریاد این بود که یا روسری یا توسری. و غمگینتر از همه اینها چیزی بود که شما هفته گذشته اشاره کردید، مردان ایرانی نگاه کردند و از زنان ایرانی حمایت نکردند. شاید قلب خودشون هم به خاطر همین فرهنگ فاسد مایل بود که همسرانشون توسری بکنند. و امروزه دیدیم که مردان افغان هم حمایت نمی کردند از زنان افغان. خیلی غمه فرهنگ بزن. غالبه این فرهنگ غالبه، فرهنگ فاسد غالبه. اینطوره چرا اون ارتشی که 20 سال تربیتش کردن، اسلحه بهش دادن، آموزش بهش دادن، خونسا شد؟ چون اون نفرات، اون پیکره ارتش نمیخواست با این طالبان به جنگه. نخیر، خودشون بوده، اینا همه یکی هستند. زیربنای فکری تا حدود زیادی یکی بود، تا حدود زیادی. اینا همونایی هستند که اسلحه ها رو زمین ریختند و به این انقلاب اسلامی ایران گفتند خوش آمدید. اینا همونا هستند. بله اونا هم همینطور بودند. همه حالا دارن آقای بایدن رو ملامت میکنن، جز من. چون من معتقد هستم که دموکراسی یه کالای وارداتی نیست. همینطوره، همینطوره. 20 دادن، 2 تریلیون دلار خرج کردن، چقدر کشته دادن، های دموکراسی رو هم گذاشتند. حالا این مردمی که باید بپذیره، پذیرفتند البته، روحی که روشن فکر بودند پذیرفتند، ولی این توده عظیم، توده عظیم نه، دزدی و فساد، که این هم یکی از جزئیات این فرهنگ فاسده که دزدی رو مجاز میدونن، فساد رو مجاز میدونن. اینها هر چه تونستن در اون دوره پولها رو به هدر دادن، در نتیجه دستاوردهای اون تلاش 20 ساله 30-40 تا از کشورهای دنیا که پول دادن و نفراتشون رو فرستادن که اینا رو آموزش بدن، همه به هدر رفت. و بعد همین دزدی، باز این دزدی در کشورهای اسلامی عمومیتر، رایجتر، شایعتر از کشورهای دیگه است و همینطوره. اسلام هم پشتش ایستاده. حالا در یک مبحثی این رو هم مطرح خواهم کرد. به هر حال بهایی ها هزینه بسیار سنگینی
برای آوردن این آموزش هایی که ما یکی یکی داریم راجبشون صحبت میکنیم پرداختند و ادامه خواهند داد و این هزینه ها رو خواهند پرداخت تا زمانی که این اوضاع بهتر بشه. زیربنای فکری که در ایران هم پیشرفت زنان رو نخواست و امروزه هم در افغانستان که یک مدلی است برای ما که نگاه کنیم ببینیم این فرهنگ فاسد چگونه سبب بدبختی مردم خواهد شد، این فرهنگ هم نخواست. من در گذشته درباره این شیخ فضل الله نوری زیاد با شما بینندگان عزیز صحبت کردم. باور کنید که اون فکر عوض نشده. باور کنید که زیربنای فکری هنوز همان است. این جناب شیخ فضل الله نوری که شهید انقلاب اسلامی هم به حساب می آید، چون به خاطر حرف هایی که زد خود انقلابیون ایران کشتنش، فریاد می زد چه معنا دارد زن درس بخواند. یعنی ایشون اصولا زن رو انسان نمی دونست، مثل اون آیت اللهی که فیلم شوهن دارن با صراحت می گوید خداوند این زنان رو که حیوان نوعی از حیوان هستن شبیه انسان آفریده که از اون حراسی نباشه. این آیت الله حقوقی برای زنان قائل نیستند. ایشان می گفت چه معنا دارد زن درس بخواند، این عین اشاعه فاحش خانه هاست. ببینید با چه افتضاحی راجب بالا رفتن شعور و فهم و استعداد زنان صحبت می کند. نمی خواهد، بر نمی تابد آن را. و بعدش در همون بیانش بلافاصله معلوم است که از کجا ناراحت است. میگوید صرف وجوه متبرکه روزخانی، که البته امثال خود این آقا پولشو میگرفتند، و وجوه زیارات، پولایی که میگرفتند برای زیارت برن و اینها اکثرا راهنمای مردم برای اون بودن، برای افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان مخالف اسلام است. این فقط یکی از جمله های معروف ایشان است. صدها جمله از ایشون وجود داره که هر یکیش انسان رو، دل انسان رو به درد میاره. پس ببینید آنچه در ایران ما اتفاق افتاد و در سرزمین های دیگر اسلامی هر روزه در جریان است و در افغانستان مجددن به اون شرایط بازگشت، زیربنای فکریش همین حرفایی هستن که این آقایون میزنن. ایرج میرزا میگفت فقیه شعر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند در حجاب میکند. همه این کاراشو کارای مخفیه. از او دلیل نباید سوال کرد که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب میکنن. ز من مترس که خانم تو را خطاب کنم، از او بترس که همشیرت خطاب کند.